درود و صد درود به نام خدای رنگین کمان، به یاد و نام جاویدان راه آزادی. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید که یک روز دیگر رو همراه هم شروع کنیم. با بروزرسانی وضعیت بازارهای مالی در خدمتتون هستم. امروز چهارشنبه، اولین روز ماه نوامبر، نگاهی خواهیم کرد ابتدا به روز سه‌شنبه، روز گذشته، ببینیم که دیروز در بازار چه اتفاقی افتاد. مهمترین داده‌ای که ما داشتیم و توجه بهش بود، تورم حوزه یورو بود و شاخص احساسات مصرف کننده ای که ما در ایالات متحده داشتیم. البته خب اخبار مهمی دیگه هم بودند که دیروز قبل از اینکه در واقع زمانی که ما به روز رسانی بازار مالی انجام میدادیم اخبارش منتشر شده بودن و در موردشون صحبت کردیم، از جمله تورم در ریاست کشور اروپایی و نشست بانک مرکزی ژاپن که دیروز در موردش کامل توضیح دادیم. اما در مورد تورم اروپا، تورم داده‌های تورمی اروپا نشون داد که وضعیت بسیار بسیار خوبه. تورم عمومی به 2.9% کاهش پیدا کنم یه بار چک کنم بر تورم عمومی به 2.9% سالانه کاهش پیدا کرده بود و این نشون داد که تورم در واقع با توجه به اینکه تورم عمومی ماهانه 1.1% افزایش پیدا کرده بود، خیلی کمتر از 0.3% بود که پیش بینی می‌شد. تورم هستم از 4.5% به 4.2% کاهش پیدا کرد و این هم نشانه خوبی برای بازارها بود، نشون دهنده بود که این بانک مرکزی اروپا که دو هفته قبل جلسه داشت و تصمیم گرفت که نرخ بهره در سطح کنونی حفظ کنه و عدم افزایش نرخ بهره داشت هفته قبل عدم افزایش نرخ بهره داشته باشه و احتمالاً ما دیگه افزایش نرخ بهره نبینیم در اروپا، این نشون داد که این تصمیم میتونه تصمیم درستی باشه و با توجه به این شرط میتونیم تقریبا با همین شرط با همین وضعیت ادامه بدیم. این به نفع بازار سهام اروپا است، اما چندان زیاد به یورو نمیتونه کمک کنه. سیاست های تسهیلی، حالا اینکه یورو در برابر نمادهای مقابلش از جمله دلار و بقیه به چه صورت میشه، این بستگی به اونها داره، ولی خود یورو زیاد نباید با توجه به این دادا تقویت بشه. اما در امریکا سی بی کانسومر کانفیدنس رو داشتیم که شاخص احساسات مصرف کننده که توسط مؤسسه سی بی منتشر میشه، این نشون داد که در وضعیت مصرف کننده که پیش بینی میشد به سطح 100 کاهش پیدا بکنه اونقدر هم بد نیست و به 102 رسید از 104، هرچند همون 104 ماه 103 خورده ماه گذشته هم به 104 ارتقا پیدا کرد، در واقع پیش بازیابی شد به سمت بالا، که اینا نشون میده که به صورت کلی وضعیت اقتصاد خوبه و مردم یعنی وضعیت اقتصاد خوبه که به نسبت که اونقدری بد نیست و مردم دیدگاه نسبتاً مثبتی نسبت به وضعیت و شرایط اقتصادی دارن و حاضرن پول خرج کنن و این که حاضرن پول خرج کنن و توان مالی دارن، این نشون دهنده اینه که میتونیم در دورنمای میان مدت و دراز مدت همچنان نسبت به اقتصاد ایالات متحده خوشبین باشیم. اما دیروز گزارش های ذخایر نفتی رو هم داشتیم که نشون داد میزان ذخایر نفتی 1,347,000 بشکه در بخش خصوصی افزایش پیدا کرده. ما امروز دادهای بخش رسمی رو هم داریم. جدای از این نکته‌ای که وجود داشت اینه که با توجه به شرایط جنگی که در بین حماس و اسرائیل هستش در خاورمیانه، پیش بینی میشه که این جنگ دیگه زیاد افزایش گسترش پیدا نکنه. کشور عربی تقریبا شاید با حتی با سخنرانیایی که تندی که داشتن شاید کنترل کردن و پیش بینی میشه که این جنگ بخواد فرامنطقی در واقع فراتر از مرزهای اسرائیل و حماس و فلسطین بشه و به احتمالاً در همون محدوده باقی خواهد ماند، که این نگرانی ها نسبت به تأثیرش روی تأثیرش روی قیمت نفت رو از دست داده. و حالا گزارش ذخایر نفتی هم که نشون داد که میزان ذخایر نفتی در ایالات متحده هم افزایش عمومی داشته، خب قیمت نفت مقدار تحت فشار قرار گرفت. اما نکته ای اینه که در داده های روزی که ما در دادهای ریزی که داشتیم، این دادهای ریز نشون میداد که میزان ذخایر بنزین کاهش شدیدی داشته. حالا امروز دادهای رسمی رو خواهیم داشت و در اونجا اطلاعات بیشتری میتونیم داشته باشیم که ببینیم به چه صورته. اما در چیز نکته دیگه که در مورد بحث نفت هستش من باید بگم اینه که در مورد بحث گزارش‌های نفتی، سازمان جهانی اقتصاد، سازمان جهانی پول، IMF International Money Foundation، سازمان جهانی پول، این پیش بینی که میکرد، در واقع پیش بینی کرده با بانک جهانی، اینو پیش بینی که کردن برای اقتصاد با پیش بینی بانک جهانی بود. من دارم فکر میکنم که این پیش بینی مال کجا بود، فکر میکنم بانک جهانی بود، حالا احتمالاً مقاله‌ای که خونده بودم از صبح
فکر کنم بانک جهانی بود. پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی در سال آینده کمتر میشه و این کمتر شدن رشد اقتصادی دوباره یعنی بازبینی منفی تری کرده به این کمتر شدن رشد اقتصادی در سال آینده در سال 2024 یعنی احتمالاً به کاهش بیشتر قیمت نفت کمک خواهد کرد. اینم در مورد قیمت نفت که ببندیم و بریم. اما در مورد گزارش‌های درآمدی دیروز هم طور که صحبت کردیم AMD انتظار می‌رفت که ازش بهتر شاید بهتر درآمدی شاید بهتر درآمدی داشته باشه، گزارش مثبتی داشت و فایزر هم طور که پیش بینی می‌شد که با توجه به نگرانی هایی که در مورد واکسن فایزر به خصوص ایجاد شده بود ضعف داشته باشه، که خب هر دو تقریبا به همین صورت بودن. امروز هم یه گزارش مهم دیگر خواهیم داشت که این گزارش های مهم شامل من یه باری نگاه کنم برای اینکه مطمئن بشم تویوتا موتورز، کوالکوم امروز اینا مهمترین هستن که شاید میشناسید دیگه، زیاد شاید موقع شرکت دیگه نشناسید، اینا کوالکوم و تویوتا موتورز هستن. اما در تقویم اقتصادی امروز تا اینجا، حالا من در مورد شاخص مدیران خرید بخش تولید چین هم صحبت کنم. در مورد چین شاخص مدیران خرید بخش تولید امروز منتشر شد. این نشون داد که همچنان در بخش تولید در بخش خصوصی ما این مقدار مشکل داریم در چین. این نگرانی ها نسبت به وضعیت اقتصادی چین رو همچنان میتونه افزایش بده و این گسترش پیدا بکنه. تقویم اقتصادی امروز در امریکا خیلی شلوغه. مؤسسه ISM داریم، شاخص مدیران خیرش رو داریم از مؤسسه ISM، دادهای GLTs رو داریم، فرصت های شغلی پرنشده ما سپتامبر رو داریم و از نظر خورده داده زیاد داریم. اما تمرکز بیش از هر چیز یعنی تمرکز بیش از هر چیز روی نشست امروز بانک مرکزی امریکا یا فدرال رزرو خواهد بود. در مورد بانک مرکزی امریکا داده اقتصادی رو وقتی داره نگاه کردیم میتونیم بگیم که اقتصاد در امریکا وضعیتش خوبه، بازار کار خوبیه، نرخ بیکاری مناسبه. پیش بینی میشه که حتی این هفته این جمعه که داده NFP منتشر میشه نرخ بیکاری در 3.8 هم باقی بمونه یا حتی کاهش پیدا بکنه به 3.7%. اینها احتمالاً از اینکه فدرال رزرو لحن بیانیش یه مقدار سخت گیرانه تر باشه احتمالاً از این حمایت میکنن و به ما میگن که احتمالاً زیاد ما بانک در بانک مرکزی میکن احتمالاً سیاست به این صورت خواهد بود که در این جلسه افزایش نرخ بهره نخواهیم داشت. اما در بیانیه در مورد اینکه ما افزایش نرخ بهره دیگر خواهیم داشت، احتمال اینکه افزایش نرخ بهره دیگر در جلسه ماه دسامبر داشته باشیم رو این رو درش باز میذارن. این چیزی که بازار انتظار داره، بنابراین اگر این اتفاق بیفته یه مقدار میتونه فشارها رو روی بازار سهام حفظ کنه، دلار رو در این محدوده حفظ کنه. اما اگر این اتفاق نیفته و بانک مرکزی اعلام کنه که خب ما کم کم داریم تأثیرات مثلا سیاست اماش رو داره میبینیم و احتمال زیاد ما مثلا فعلا نرخ بهره در همین سطح نگه میداریم یا هیچ اشاره به افزایش نرخ بهره در آینده نکنه، یعنی اصلا در مورد اینکه در آینده افزایش نرخ بهره خواهد داشت هیچ اشاره‌ای نکنه، در این صورت بازارها اینو به عنوان یک سیاست انبساطی در نظر میگیرن، بازار سهام رشد خواهد کرد و دلار کاهش پیدا میکنه. یعنی دو حالتش به این صورت میشه. برای اینا در مورد که تصمیم عدم افزایش نرخ بهره است تقریبا در این تقریبا میتونیم بگیم شکی نیستش. اینا مهمترین دادهای امروز هستند و چشم اندازی که امروز ما داریم ساعت 9:30 هم آره ساعت 10 به وقت ایران هم جلسه کنفرانس مطبوعاتی آقای پاول که بعد از بیانی است و خیلی هم خیلی خیلی هم مهمه که حتما باید حواسمون بهش باشه. تا اطلاع در واقع میگم تا فردا که دوباره فرصتی بشه در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید هر جایی که هستید. بازم اگه سوال داشتید زیر همین ویدیو چه در اینستاگرام چه در یوتیوب میتونید بنویسید. وبینار روز جمعه هم فراموش نکنید که در مورد گزارش‌های درآمدی و نحوه استفاده از اون در معاملاتتون در بازار مالی بسیار بسیار مهمه که این گزارش‌های درآمدی چطور باید بخونیم، چطور ازش استفاده کنیم و غیره. سعی کنید حتما ازش استفاده کنید. تا فردا که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.